سلام سهشنبه 11 خرداد 89 اول جوان 2010 میلادی در مورد نه موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول این که در ملاقات مشترک آقایان موسوی و کروبی نامه ای مشترکن برای وزارت کشور ارسال شده و رسما درخواست راهپیمایی 22 خرداد به عمل اومده مسیری از میدون امام حسین تا میدون آزادی و طبیعتاً هم بعد از ظهر ساعت پنج که همیشه در این فصل سال زمان راه ها بوده و کار خیلی خوب است این کار برای اینکه حکومت رو میذاره بر سر یک دراهی باخت باخت مطمئنا حکومت میداند اگر رسما اجازه صادر بکنه اون وقت جنبش چند میلیون آدم رو میتواند بسیج بکنه و نشون بده که چگونه اکثریت مطلق مردم با حکومت مخالفن و اگر اجازه ندهد این حرف میماند برای اینکه در واقع حکومت میترسه از اینکه مخالفینش آزادانه بتونن تجمع بکنن و همه حرفایی که تا الان زده باد هوا میشه که با زور و لشکرکشی و 300 میلیارد تومن خرچ کردن آدم بیاره در تهران و برای طرفداراش حداقل بتونه نمایش درست کنه که بگه ما یک تعدادی آدم داریم و ضمن این که این مانور مشترک که آقای موسوی و کروبی این زمینه رو باز میکنه که اگر حکومت اجازه نده که به احتمال زیاد جرأت این کار رو نداره و نخواهد داد اون وقت راه برای آکسیون های دیگه هم باز میشه و مردم رو خوب میشه دعوت کرد به اینکه چگونه در واقع میتوان بدون اجازه حکومت هم هم راه پیمایی داشت و هم اعتصاب کرد و هم در واقع به اشکال مختلف عزم و اراده ملت رو برای پایین کشیدن کودتاچی ها نشون داد دکتر دوم این که دادستان تهران به دنبال آقایان فدایی و زاکانی که دو سه روز غرب صحبت کردیم که یک طرح جدیدی به عقل نوابقی مثل این آقایون رسیده که بیان بگن که اگر کسانی توبه بکنن بیان نامه عفو به رهبری بنویسن و امثال هم بهتر آزاد بشن دادستان تهران هم همین حرف رو تکرار کرده و به نظر میرسه که این پروژه به توابسازی و بریده نشون دادن و امثال هم است که آقایون دارن و امیدوارن که تا قبل از 22 خورداد بلکه بتوانند با این کارها هم اختلاف در جبهه جنبش ایجاد بکنن هم اینکه مانوری بدن که از مقدار مخالفت و ناراحتی مردم با خودشون بلکه بتونن کم بکنن غافل از اینکه مدت هاست که نمایش های تلویزیونی یا این قبیل تباب سازی ها و نام نوشتن ها و برید سازی ها نه فقط تأثیر روی از اراده مردم نداره بلکه معمولا تأثیر معکوس میگذاره نکته سوم این که روزنامه کیهان که چند روز پیش نوشته بود جامعه مدرسین قوم دکتر سروش رو تکفیر کردند و حکم ارتداد صادر کردند به دنبال این که بعضی اعضای جامعه مدرسین دوباره مطرح کردند که همچین چیزی نبوده و روی سایت جامعه مدرسین هم همچین خبری نیامد و معلوم شد که باز از اون کارهایی است که یا از بیخ دروغ یا امثال شیخ محمد یزدی سر خود از طرف جامعه مدرسین نوشتن که آن امروز این حرف رو پس گرفت در واقع و به قول از قول یک کسی دیگه این حرف کرد و اینها و خلاصه عقب نشینی کرد و فهمید که اینجور دروغ ها وقتی که افشا بشه بیش از پیش آبروش رو میبره نکته چهارم این که مجمع مدرسین حوزه علمیه قم که طرفداری خودش رو از جنبش سبز قبلا هم اعلام کرده در بیانیه ای تقریبا تمام نکاتی رو که آقای مهندس موسوی قبلا در اون نامه شماره 17 مطرح کرده بود تاکید کرده مثل آزاد شدن زندانیا مثل آزاد شدن مطبوعات شناسایی عوامل سرکوب مردم دلجویی اوزخاهی و نهایتا هم یکی دو تا نکترم اضافه کرده و خواهان اون شده مثل اینکه رادیو تلویزیون در با مکانیزمی در خدمت عموم مردم باشه و از انحصار بیرون بیاد انتخابات آزاد رو هم برش بیانیه مجمع مدرسین قوم تأکید کرده البته پاره از این خواست ها مثل تغییر روش انتصاب رئیس ریاست رادیو تلویزیون طبیعتا متضمن تغییر قانون اساسی کشوره نکته پنجم این که آقای با هنر بعد از هایی که آقای احمد نژاد در جلسه خصوصی مجلس زد و تندی هایی رو علیه مجلس کرده بود و از جمله اینکه مجلس صد و خورده قانون خلاف قانون اساسی و شرع تصویب کرده حرفهایی که در واقع تازه مسئولی هم اگر درستن باشه مسئول شورای نگهبان کشوره بر اساس همین قانون اساسی آقای باهنر امروز به نوعی پاسخ داده و در واقع مطرح کرده که تخلف دولت از قانون خیلی زیاد بوده و دولت در شکستن قانون عمد هم داره حال این حرف های آقای باهنر باز هم نشان از شکافی است که بین مجلس و دولت به وجود اومده و روز به روز هم عمیقتر میشه نکته ششم این که روی پل آبر پیاده حشمتی در تهران یک جمله نوشته شده بود که به نظرم جالبه نوشته خامنه ای بمیری هم شمری هم یزیدی نکته هفتم این که برای مراسم چارده هام خورداد سالگرد آقای خمینی به نظر میرسه که مراسم از دست بیت آقای خمینی درآمده و در انحصار سپاه و بیت رهبری قرار گرفته و شایعاتی هم هست بر اینکه تصمیم دارن آقای هاشمی و خاتمی رو هم برای این مراسم دیگه دعوت نکنن و در لیست مدعوین نیستند اگر این اتفاق بیفته بهتر میشه باور کرد که اونچه که سپاه و بیت و این به بخش ها با هم تصمیم میگیرند بیرون از اراده آقای خامنه ای هست و این حرفا که این روزها مطرحی که آقای خامنه ای نمیتواند که رهبری و ریاست بکنه بیشتر تایید میشه نکته هشتم این که حمله وحشیانه اسرائیل به قایق حاوی غذا و مواد دارویی و کمک های انسانی به مردم غزه که منجر به کشته شدن نه نفر لاقل و زخمی شدن تعدادی شده طبیعتا یک محکومیت جهانی رو به دنبال داشته و امروز در صدر اخبار تمام دنیا قرار گرفت ولی نکته ای که مطمئنا باید منتظرش بود این است که حکومت ایران شروع میکنه به بهره برداری از این حرف و گویی که خط تبلیغی حکومت ایران این است که گویی اگر اسرائیل آدمکشی و وحشیگری و شکنجه میکنه این اثبات شی نفی معادا میکنه آقایون گویی تبرئه میشن در حالی که هیچ اینطور نیست هم کار اسرائیل محکومه و هم جنایت هایی که حکومت کودتا چی کرده در پاره موارد بسیار بسیار خشنتر و حتی وحشیتر از اسرائیلی ها بوده که به وحشیگری در منطقه معروفند به هر صورت این خط تبلیغی حکومت در آستانه 22 خرداد موضوعی است که باید مراقب بود و اجازه نداد که حکومت بتونه از اون بهره برداری کنه اما نکته نهم ادامه بحث ما در مورد آکسیون های 22 دو خرداده اگر یادتون باشه از برایند حرف که زده شده بود و اطلاعیه کمیته اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران کاما ما در واقع پنج تا پیشنهادی رو که شده بود روز گذشته خدمتتون مطرح کردیم این پنج تا عبارت بود از اعتصاب یک روزه در سالگرد انتخابات و سالگرد شهدای جنبش تظاهرات در سالگرد انتخابات عدم پرداخت قبوز مربوط به سرویس ها و خدماتی که از طرف دولت گران می شوند برگزاری انتخابات نمادین و مردمی و الله اکبر سر بام ها در پاره از شب ها من از بین این پنج مورد که قول دادم یکی یکی با توجه به تجربه کشورهایی که بحث بکنم دومی رو امروز جلوتر میارم اونم تظاهرات در 22 خرداده که همجور که در خبرها هم عرض کردم آقای موسوی و کروبی نامه رسمی دادن مانور سیاسی خوبی رو روی اون کردن و ما باید آماده باشیم مسیر رو هم در واقع مسیر سنتی امام حسین آزادی در نظر گرفتن اما اگر حکومت اجازه نده که شانس زیادم هست نده ما مانوری رو که در چهارشنبه سوری تمرین کردیم به خوبی میتونه با کم هزینه ترین و کم خطرترین روش کاخاست ما رو تأمین بکنه یعنی میتونیم در سطح تمام تهران و همه شهرستان ها هر کسی در منطقه و محله خودش دست به تظاهرات و شعار دادن بزنیم و مقابله خودمون رو با کودتاچی ها نشون بدیم چون تجربه نشون داده که در پخش شدن ما حکومت هیچ امکان ای نداره اندکی صبر سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی